با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه پایان هفته است. عرضم به حضور شما دوم تیر 1396 است، برابر با 23 جون 2017. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران از اون دست از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. با پوزش و شرمندگی از اینکه هفته گذشته درست در همین ساعت بود که ما دچار سانحه شدیم و نتونستیم در خدمت شما نازنینان باشیم، باید تشکر بکنم از بچه های عزیز در اتاق فرمان در شبکه کانال یک که مهر میکنند و در حقیقت این خلأ رو هفته پیش یه جوری پوشوندن و باید ازشون صمیمانه تشکر کنیم. و سپاس داشته باشیم از آقای شهرام همایون، مدیر و مؤسس شبکه کانال یک، که مهر کرده و اجازه داده روزهای جمعه در این ساعت یک ساعتی رو در خدمت شما نازنینان باشیم. البته قرار در روز اولین بودش که ساعت بیشتری رو بگیریم که با کمال تأسف قادر به انجامش نبودیم، بنابراین همین یک ساعت رو پذیرفتیم که ایشون هم لطف کرد پذیرفت که این یک ساعت در خدمت، یعنی 45 دقیقه در حقیقت، در خدمت شما خوبان نازنینان از طریق کانال یک هم باش. عرضم به حضور شما که هفته گذشته مسئله اتفاق این بودش که به محض اینکه کار رو آغاز کردیم و با ذوق و شوق و اینها اومدیم اینجا نشستیم و یک مرتبه دستگاه وایساد، دیگه هیچ عملی رو انجام نداد. با چه مکافاتی یه جوری جفت و جور کردیم و تا اینکه بتونیم در طول آخر هفته گذشته، یعنی جمعه و شنبه و یک شنبه، صرف این شد که کامپیوتر رو جابجا کنیم و عوض و بدل بکنیم و مقادیری خرج رو دست ما گذاشت تا بتونیم از دوشنبه برگردیم به حالت عادی و همچنان ضربان قلب رو حس میکنم، برای اینکه نمیدانم تا کجا این داستان ادامه پیدا میکنه. اما میدونم که اخبار رو دقیقتر از من، بهتر از من دنبال کردید و میشنوید، علی خصوص عزیزانی که کانال یک رو دنبال میکنند. آقای فاطمی لطف میکنه و دارن هر روز خبرها رو داغ و داغ میاره اینجا و تحویل من و شما میده و ظاهرا مهمترین ماجرا مربوط به امروز بوده که در تهران در راهپیمایی پرشکوه روز اسمش چی؟ روز قدس یادم میره گاهن به تعمد، البته گفته که نمیدونم بنی صد روحانی پیوندتان مبارک. بیچاره بنی صد که ندانست و نخواست که بداند. آیا واقعا این ماجراها ما رو به کدام سمت و سو راه نماست؟ به کدام سمت میبرد ما رو؟ چه اتفاقی داره میفته؟ بذار ببینیم که اگر بشود یکی دوتا صحنه است، دلم میخواد که اینا رو شما ببینید، با هم دیگه دنبال کنیم ببینیم که کجا بوده است اینها. بله نه ظاهرا این ماجرای بانک هاست و امروز هم این داستانی که نمیدونم
بنی صدر، روحانی، پیوند مبارک و بعد اون یکی پسر جوالق دیگر به نام علی مطهری، که واقعا افسوس که صد افسوس که این جامعه نمیدونم بنا به چه دلایلی، اگه ازش بپرسی هزار تا توجیه داره، خودشو قانع میکنه چون انسان به ذات خودش موجودی است دلیل تراش. آقا در شراب میتونم چی؟ نه شما که اینجا نیستی، شما که بلد نیستی. یکی نوشته بود که تو اصلا نمیفهمی یه پسر 17 ساله، جوانان 17 ساله در ایران آنچنان، و بعد ازش بپرسی که این جوانان 17 ساله در ایران آنچنان شما بر اساس کدام معلم و در حقیقت مدرسه و آزمایشگاه و اینها به این کسب دانش موفق شدن؟ یکی از پایه های دانش موضوع اخلاقه. آخه شما نگاه بکن تو جامعه‌ای که تو برنامه کودکش به شما میگه که به بچه شیش تا موشه که خوشگل، هرچی خوشگل زدیم خوشگل کشتیمشون. یا در کتاب های دبستانی عکس اعدام میزنن، تصویر اعدام رو مرتب ترویج میکنه. این از کجا به این دانش میرسد؟ چگونه میرسد؟ دانش پایش در اخلاق، جامعه بی اخلاق فاقد دانش است. میگی به چه دلیل؟ میگم به این دلیل که مگه نمیگه هفت تا موشک زدم؟ خب میگه از اینا سه تاش اصلا نرسیده، وسط هوا مثل باد بادکایی که رو پشتمون درست میکردیم هیچ نخش پاره شد رفت، رفلای شاخه درخت گیر کرد، نرسیده به هدف، در عراق سقوط کرده. اون چند تارم خود خامنه ای گفت با فاصله چند متری هدف زدیم، در حالی که این اسمش از موشک نقطه زن. اینقدر فیلم در این زمینه وجود داره، میشه این فیلم ها رو نگاه کرد. اجازه بده که یه دونه از اینا رو بهت نشون بدم تا ببینی که این که به من میگوید که جامعه اخلاقی، این جامعه چگونه، جامعه بی اخلاق چگونه میتواند به این نقطه برسد؟ اینم گم کردم، هرچی دنبالش میگردیم و گم میکنیم. خدا رو شد به ممنونم از شما. به یه فیلم داشتم اینجا، داشتم نگاه میکردم همین الان دقایقی پیش، که نشون میده این چگونه حرکت میکنه، ما چگونه فکر میکنیم. یعنی یه جهانی که دارای اخلاق است میتونه درش دانش تجلی کنه، در جامعه بی اخلاق دانش امکان ترقی و تجلی ندارد. اینا حکمه، اینا من از خودم در نمیارم. اینا حکمه، قانونه، غیر قابل تغییره. پیدا نمیشه جامعه‌ای که توش اخلاق وجود نداشته باشه نمیتواند به علم دسترسی پیدا کنه. خیلی ساده است. موشک درست کردی و شنیدی که یه پهپادشو در سوریه زده، یه پهپادشو در به فاصله دو روز، یکیشو تو سوریه زدن، یکی تو پاکستان زدن، و هر دونه از اینا متجاوز از میلیون ها دلار خرجشه. یه دونه از این باد بادک‌ها که درست میکنن بالای میلیون دلار خرج ایناست. نه رو همه رو بذار کنار، برگردیم به
سه تا موضوع رو میخوایم امروز راجع به شرف بزنیم. این پاسخ به اینا رو گفتم، پاسخ به اون که گفت جوانان 17 ساله در ایران دانشمندن، این پاسخ به اون دسته از عزیزان که جامعه بی اخلاق توان تولید دانشمند ندارد. اگر دیدی ایرانی در نمیدونم فرنگستون صاحب دانش شد، این مربوط به فرنگستونه، مربوط به ایران نیست، این ربطی به اونجا ندارد. امروز نوشته بود رتبه اول دانشگاه در رشته فوق لیسانس نمیتونه بره ثبت نام کنه، چون گفته نمیدونم هر ترمش 2,000,000 تومان خرجشه، میگه من ندارم همچی پولی رو بدم، همچی پولی نیست که ما بیاریم پرداخت بکنیم. چطوری ممکنه؟ این بحث رو ببندیم، برگردیم سر دو تا موضوع میخوام راجبش امروز با شما حرف بزنم. یکی این وضعیت بانک هاست. در مورد بانک ها در شهریور سال گذشته 95 رسما اعلام کردن در روزنامه ها که ما بانک مرکزی، حالا حرفشو عوض کرده، امروز حرفشو عوض کرده ها، اون روز اینو گفته، گفته که در مورد سپرده گذاران، امروز که اصلا میگه سپرده گذاری بی خودی رفتی سپرده گذاری کردی، اصلا اعلام کرده اگر هر کی رفته ساختمون اجاره داده به اینکه این یارو اومده اینجا یه بانکی درست کرده، اونم مجرمه، میریم ساختمون یارو رو هم میگیریم. یه توضیح هم بدم، در یکی از این روزا که صحبت میکردم راجع به همین مثالی زدم از فیلم طلای سرخ و گفتم که این کارگردانش آقای مرجویی بوده، یه دوستی نوشت با کمال محبت که نه این مرجویی نیست، این همین جعفر پناهی بوده کارگردان اون فیلم. علی حال میگوید که تا سقف، بذار من دقیق اینو میخوام پیدا بکنم که حرف بی خودکی نزده باشیم، بعد ایمیل میاد که آدم گم میکنه اصلا داستانا رو. همین بله، آه اینجا سیسته، بانک ها و مؤسسه ها به برای سپرده گذارن، سپرده های مردم در هر بانک تا سقف 100,000,000 تومان از طرف بانک مرکزی تضمین شده است. سقف تضمین سپرده برای همه مشتریان بانک ها در هر بانک 1,000,000,000 ریال است. با همین سقف 100,000,000 تومان محاسبه ای که کردن، فقط 7.99 یعنی کمتر از 8% مردم رو اینا پوشش میدن که اگر بدن، که نمیدن، که امروز گفته که اصلا بی خودیه، حتی گفتن که کسانی که ملکشون رو در اختیار بانکایی نمیدونم فلان قرار دادن، اینا هم صاحب ملکشون نیستن، ملک رو ازش میگیرن، که در اونجا مثال زده بودم از فیلم طلای سرخ، گفتم آقا نشون داد که صحنه رو که یه مادری میاد توی خونه است، دم خونه وایسادن، صدا میاد، سر صدا میاد، چلوغ پارتی مهمونیه، صدای موسیقی، موزیک میاد از اونجا، مادر اومده دنبال بچهش، میگه آقا بچه‌مو میخوام ببرم، میبینه پاسدارا دم درن، کمیته چی نمیدونم مامور انتظامی امروز بهش میگه، نیروی انتظامی جلوی دره،
ملتهب میشه، میگه اومدم، میگه چیکار داری خانم؟ میگه اومدم دنبال بچه‌ام. آخه الان ساعت 9:30 شبه و 10 خونه باشه این. طبق قرارمون اینجا جشن تولد دوستشه، اومدم ببرمش خونه. میگه نه نمیشه بری. میگه آقا چطوری نمیشه؟ اومدم دخترم بدم. میگه که بهش تلفن بزن. به محض اینکه خانم در کیفش وا میکنه که تلفن رو ورداره، تلفن میزنه، تلفن ازش قاب میزنه و بهش میگه که فردا بیا فلان جای تلفن تو پس بگی. در تمام این 40 سالی که اینا حکومت کردن، قریب 40 سال، مرتب مال تو ازت گرفته و بعد بهت میگه حالا اگه مال تو میخوای بیا اینقدر بده تا پول تو بهت پس بدیم، جنس خودتو بهت پس بدیم. و من یه حساب همینجوری سرانگشتی برای خودم انجام دادم، دیدم که این پولی که این مردما بر اساس روایتی که اینا دارن انجام میدن 40 میلیارد دلار، 40 بیلیون دلار پولشه، 40,000 میلیون دلار پول اینو باید بدن. یعنی پول رفته رو هوا، پول مردم. این وضعیت فقط مربوط به بانک سامن و بانک حسن قلی و زامن آهو اینا نیست. مدت هاست بحث ورشکستگی بانک ها مطرحه. اما یه جامعه بی اخلاق گرفتاره این مصیبت ها خواهد شد. این دیگه تو خودشه. زوره این سرسیده زوده این پنجره رو ببندیم. با پوزش از شما نازنین ببخشید. این وضعیت بانک ها وضعیت امروز نیست. این کجی است که از سحر و الیکا شروع شد. سحر و الیکا شرکت های مضاربتی اسمش بود. این همون بازیه. اینا در دوره تحریم ها مقادیر است. دیروز هم با صحبت هایی که با آقای دانش میکردیم به این موضوع من اشاره کردم که اینا مقادیر زیادی در دوره تحریم نفت رو آب داشتن، پول میدادن، کرایه میدادن، کشتی ها این نفت رو نگه داشته بودن رو آب، نمیتونستن بفروشن که تحریم بودن. به محض اینکه این ماجرای برجام و اینها مطرح شد دو سال پیش از این، دو تا تابستون پیش 2015، به محض اینکه این قرارداد رو امضا کردن، شروع کردن به فروختن اینها. ولی امروز حتی اون رو هم دیگه ندارن، اونم فروختیم تموم شد، پولی دیگه در بساط نیست. این دعوایی که امروز در تهران شده است دو وجه داره. رفقا، دوستان، عزیزان، خانوم ها، آقایان، دلبندان، گوش بدید. این میخواد ثابت کنه به من و تو، به دنیا، که در ایران دموکراسی برقرار است. همه آزادن حرف بزنن. حتی مخالفین این نمیتونن بیان در روز نماز و قدس بیان حرف بزنن. دعوا راقعیه در اون بالا. اما این که امروز نگاش میکنی این قلابیه. ما با اهریمن طرفیم. اهریمن میتونه خودشو به اشکال مختلف در بیاره. خیلی ماجرا یه ذره تو در توه. ولی دیگه 40 سال تجربه کردیم، بس دیگه. این که امروز اومده تو خیابون داره این حرف، دعوای بالا راستکیه. یه مش دایناسور از گور در آمده، به قول اون
مانوک خدابخشیان اسمشون گوشته زامبی ها. این دعوای زامبی ها واقعیه، اما به باور من روحانی خامنه ای یه تیمن، یه جور فکر میکنن، یه مدلن، اما دعوا در اونجا واقعیه. پس این حرف چطوری تناقض داره توش؟ که من فکر نمیکنم تناقضی درش نمیبینم. به لحاظ این که همیشه گفتم دو نوع تفکر هست. یه تفکر اینه که آقا شرایطو ببین، مردم دارن میان تو خیابون، نمیتونم جلوشونو بگیریم، نمیتونی جلو اینو بگیری، جونمو بگی، پولمو نگی، این پولشو میخواد، پولشو باید بهش پس بدی، این امروز میخواد فردا میاد، پس فردا میاد، میره پسر خالهشو میاره، دختر عموشو میاره، فامیلشو میاره، گله میشن، بزرگ میشن. راه هم اینه که برم با غرب تعامل کنم، در رو باز کنم. الان این وضعیت قطر رو نگاه کن، 13 تا درخواست امروز کویتی ها بردن اونجا تحویل دادن. یادتونه یه دوره ای گفتیم که سه قوه وجود داره تو این بازی، که یکیش این هلال شیعه است که آقا شیعه رو نگهداری، ایران هم وجود داشته باشه. برای همینه که همیشه میگه که آقا بحث رژیم چنج نیست، بحث تغییر رژیم نیست، بحث بر سر تغییر رفتاره، بیهیورشو باید عوض کنه، رفتارشو باید تغییر بده. من چیکارش دارم؟ باشه، اتفاقا باشه، خوبه. اینایی که دنبال اینن که آمریکا میخواد اونو تغییر بده، اینا در خیال واهی به سر میبرن، همچه اتفاقی نمیفته، علی خصوص در دوره آقای ترامپ. اینقدر مشکل و مسئله آقای ترامپ داره که اینا اصلا صحبت به اینجاها نمیرسه. خودش هم از روز اول اعلام کرده که من اصلا برای تغییر رژیم کاری ندارم، که آمریکا رو میخوام درست کنم. یه گیر کرده، اونم نمیتونه درست کنه. میبینی بازی کرده، بازی را انداخته. نوار دارم از صحبتهای کمی با من حرف زده، من نوارش حالا دعا کن نوارت بیرون نیاد. حالا که بهش میگن خب نوار بده، میگه نوار ندارم، کن نوار کن. یه آدم دروغگوه، یه آدم بی خودکیه، یه آدمی اصلا ربطی به ما نداره. من به عنوان یه آدمی که توی این مملکت زندگی میکنم، البته که آقای ترامپ و نمیدونم اون یکی رئیس مملکت ما هستن، اما به عنوان یه آدم ایرانی اصلا اون به ما کاری نداره، قرار نیست ما رو تغییر بده، نمیخواد این کارو بکنه. یادته که اون یارو درست کرده بود اردوغان سرداران و نمیدونم سپاهیان عصر عثمانی تو قصر درست کرده بود همه رو اینا؟ یادت همون موقع در تهران اومدن اینا در یه مراسم استقبال از کیک بود که اسب درست کردم، سوار اسب یا حسین، پرچم امام حسین دست گرفته بودن. اون اونجا لشکر عثمانی درست کرده بود، سرداران ترک عثمانی که برندگان اسلام در حقیقت اونا هستن، اونا بودن که اسلام رو به اروپا بردن، اونا بودن که اسلام رو بزرگ کردن، نیروی نظامی اونها بود که اسلام رو گسترش داد. خود صاحب ادعاست آقای اردوغان. اون اونجا خودش رو درست کرده بود، لباس سرداران عثمانی تنش کرده بود، این یکم تو تهران اسب برده بود لشکر امام حسین، یا حسین شهید مظلوم، ابوالفضل العباس، عکسش موجود بود، دیدیم، همه اینا رو نگاه کردیم از نزدیک. اما یه سر داستان عربستان سعودیه، میگه آقا کلیددار کعبه منم، اصلا مال ماست. خب دیروز حرفای آقای یغمایی رو شنیدیم، گوش دادیم با هم دیگه. خب چی گفتیم؟ میراثش چه بود؟ وقتی محمد
مکه را فتح کرد 2 سال بعدش مرد. بعد از فتح مکه و جنگ ها و همه ماجراها 23 سال، 2 سال آخر که همین فتح مکه و بعدم مرد. گفتیم میراثشون میراثش همینیست که امروز داری میبینی. 3 قطبه، اون میگه کلید کعبه دست منه، پس من رهبر جهان اسلامم. الان بحثش با قطر اتحاد اعراون من فلان و اینا همینه، ما شیوخ عرب برادر عرب هستیم، همه روی همین محور میچرخه. ترکان عثمانی، ترکان اردوغانی هم الان حکم کردن که یکی از کارهایی که باید قطر انجام بده قطع روابطش با ایران است، قطع روابطش با ترکیه است. یعنی این دوتا مدعی که یکی رهبر جهان شیعه است، اون یکی رهبر جهان سنی است، یا آقای ولش کن رهبر جهان سنی رو، ترکیه رو بنده بیرون. ما خودمون که کلیددار کعبه ایم، مثلا کعبه مال ماست، چی اون اومده ادعا میکنه؟ 13 مورد که نوشته همش به این موضوع اختصاص داره. قطع روابطش با تهران، قطع روابط نظامی با ترکیه. یه پایگاه داره ترکیه اونجا که سالهاست اونو داره به عنوان چشم و گوش آمریکا، به عنوان چشم و گوش ناتو. همون وظیفه ای که سالها داره تلاش میکنه در اروپا براش ایجاد کنه، ولی این شرایط اردوغان همه ماجراها رو به عقب انداخته، مثلا جهان به سمت دیگه رفته. ولی اونا اونجا سال هاست که نمیم 3000 نیرو دارن، تازه میگه میخوام 4500 تا نیرو دیگه به اون اضافه کنم. 1400 تا مثل که همیشه اونجا نیروی مستشاری نظامی داشته در قطر، یه پایگاه داره 1400 نفر توش داشته، میگه میخوام اینو افزایش بدم به 4500 نفر، یعنی 3000 نفر دیگه اضافه کنم به این تعدادی که دارم. پس کوتاه سخنان که ماجرای قطر، عربستان، ترکیه مربوط است به همین 3 تا کلهی که مدعی جهان اسلام هستن. میخواد موضع‌گیریش رو تغییر بده، عوض و بدل بکنه. اینایی که امروز دل به این یارو شیخ محمد بستن که آقا این اومده، این اصلا اگر به این حرکت این ماجرای آقای سلمان از روز اول نگاه کنی، گفتن آقا یه پیرمردیه که مشاعرش هم درست کار نمیکنه و سنش هم بالاست و اینجور است و اونجور است، بر اساس فرمان قرارداد آرامکو و داستان عبدالعزیز، اینا فرزندان عبدالعزیز هستن که یکی پس از دیگری بایستی که حکومت کنن، پادشاه باشن، کلیددار کعبه باشن. گوه آقا بچه کوچیکشو، یه پسر نخبه هم هست و زرنگ هم هست و تیز و بز هم هست هردن. این کاملا این روند پیدا بود. اما آیا ایران با عربستان به جنگ می روه؟ من فکر نمی کنم، من باور ندارم، نیازی به این کار نیست، ضرورتی بر این کار وجود ندارد. عربستان در یمن درگیره، کافیه، سلاحاشو اونجا خرج میکنه، کافی. قیمت نفت، این تنزل قیمت نفت که اون بودجهشو بر اساس نفت 80-90 دلاری بسته، در حالی که قیمت نفت 40 دلاره، 90 دلار نیست. در نتیجه کسری داره، بودجه کسری داره. این پسره اومد گفت آقا اول کاری که میکنی همین یارانه ها رو قطع کنی، سوشیال که میدن در خونه اینا رو قطع کن، بعد مالیات ها رو بریم بالا. الان در ایران، در ایران الان وضعیتی که در ایران الان وجود داره، دفعه یخه مردم رو گرفتن برای مالیات. اونایی که در ایرانن میتونن شهادت بدن، زنگ بزن بپرس.
میرن یخه مردم میگیرن، به زور باجگیری دارن میکنن از مردم و مردم تو رو علاف کردن به این داستان که امروز نمیدونم اونجا در میدان فلان به اون گفته بنی سعد نمیدونم روحانی پیوندت مبارک. این سیاست جنگ واقعیه، ولی اینا این تیکه ها سیابازی داستانه. چرا این حرف رو میزنم؟ به چه دلیل این حرف رو میزنم؟ برای اینکه در همین مال سایت انصاف انصاف نیوز مربوط است به همین ماجرای شردار، بله شعار علیه علی مطهری. بفهم بسو بزنمش اینجا که ببینی. به حال میگوید که علی مطهری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص شعار مرگ بر فتنه‌گر که از سوی معدودی از راهپیمایان علیه او سرداده میشد گفت این شعارها هم نشان از آزادی در جمهوری اسلامی داره. اینو میخواد به تو نشون بده، میخواد نشون بده به غربیا که در ایران آزادی هست، دموکراسی هست، انتخابات هست و ما رو گول میزنه. شما نگاه بکن روزنامه جوان در تهران موشک‌ها رو غرور ملی میخوانه، محسود بنو تو بی بی سی لندن موشک‌ها رو غرور ملی میخوانه. ربط این دوتا با هم دیگه شما پیدا کن ببینم که چه ربطی به هم دیگه داره. محسود بنو در لندن همون حرفی رو میزنه که روزنامه جوان در تهران میزنه وابسته به سپاه پاسداران. یه حرفو میزنه، القا میکنه، آنچنان القا میکنه که شخصیت دوست داشتنی با 60 سال 70 سال مبارزه مثل خان بابای تهرانی میخوام برم رأی بدم برای این میخواد جنگ کنه. من از جنگ میترسم. جنگ نمیکنه آقای تهرانی، نه جنگ، جنگ نمیشود، نیازی به جنگ نیست. این جامعه به سمت تاریکی، سیاهی، ظلمت، خون، تباهی با سرعت داره حرکت میکنه. یه بزرگی امروز با هم صحبت میکردیم صبح زود، گفتم آقا من صحنه رو اینجوری میبینم، نه جنگی صورت میگیره، نه تجزیه‌ای صورت میگیره، هیچ این اتفاقا نمیفته، نمیره. ولی اینکه مردم در ایران بریزه همدیگر رو بخورن مثل روز برام روشنه. من این اتفاقاتی که الان داره میفته رو قبلا گفتم، فکر میکردم تو تابستون اتفاق میفته، زود شروع شده. من فکر میکردم تو تابستون وسط تابستون اتفاق میفته، دیدیم از تو خرداد که بهاره شروع شد، زودتر از اونی که فکر میکردم شروع شد. و من امیدوارم که در این لحظه اشتباه بکنم و اشتباه ببینم، ولی باورمو دارم برات میگم، تحلیلمو برات میگم از شرایط. میگه من میتوانم از طریق زور، امروز موشکایی که قلابی آخه ببینیم وسط چهار پهلوی موشک نشون بدیم که چه اتفاقی میفته، چی میفهمه آدم اونجا از این موشک، چه اقتداریه این، این ضعف و زبونیه. داعش تایید کرده، حالا بوق میکنن که داعش تایید کرد،
بله آقا، زدن، موشک زدن، اما زدن تو پرت و پلا، زده مردم عادی رو کشته. و ما زدیم و تمام فرمانده هاشم کشتیم. یا آقای حرفا چی میزنی؟ وضعیت بانک ها دیدیم، شنیدیم که این رئیس بانک اومده نشسته و داره برای ما تعریف میکنه که آقا هیچی بهت نخواهم داد، بی خودی دنبال پولت نیا، هیچ خبری از این پوله نیست. بله همینه. من به حرف شما گوش میدم. این اول این خیلی معامله بدیه. شما به حرف من گوش ندید ولی من به حرف شما گوش میدم. من روز اول اونایی که بودن همین این خانم که اینقدر فقط کتک من نزدی گفتم بشم بزن، حتی بهش گفتم بزن تو با کتک من نزن، حرف نزن، حرف نزن، به موقعش هم میزن. حالا بودن نماینده، نماینده من کسی نزن، همینا کافیه. این اون صحنه ایه که برات دارم تعریف میکنم. یارو داره میگه که این خانم تنها کار کد نزن، اون میگه نه من هم چیکار کنم، میگه تو حرف نزن، تو هیچی نگو. این مردم خصم همن، دشمن همن، در اثر بی اخلاقی، در اثر فساد در اخلاق، مردم نسبت به هم دیگه هیچ مروتی ندارن، هیچ رفاقتی ندارن. خواهر، مادر، برادر، پدر، عمو، دایی، اینا معنا ندارد. یارو اومده اونجا وایساده، صاف درود بهت میگه پولتو ندارم بدم، ندارم. اون یکی گفته که اصلا بی خودی اومدیم پول گذاشتیم، برای کی گفت به شما بریم پولتون رو اونجا بذارید؟ کی گفت به شما بریم پول بذارین تو این بانکه؟ به احمد خاتمی نه، بذار این تیکر رو برات پیدا بکنم. خیلی دلم میخواست که میتونستم وقت از دست میدیم. میگم به حال چند تا وجه دارد. همین این که امروز مردم رو به خیابون کشوندن تو نماز جمعه، یارو داره مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر آل سعود میگه، اون یکی اینجور میگه، اون یکی میگه که نمیدونم رأی مردم ملاک نیست، خبرگان گومدن فلان. موسوی قوینی ها عضو خبرگان، دوری نجف آبادی عضو خبرگان، اون یکی عضو اونا اومدن میگن نه آقا رأی مردمه. یه دعوای واقعی در اون وسط وجود داره، اما اینی که امروز در تهران اتفاق افتاد این سیاست و
باید تشخیص بدیم، باید بتونیم تشخیص بدیم. میرسم به اون حرفی که ایرج مصداقی میزنه که برای خیلی ها ممکنه اسباب تعجب باشه. میگه آقا من ازش تعریف کردم، ایرج مصداقی میگه آقا این تعریفش دروغیه، این قلابیه، من میدونم این مال مأمور اونه. ممکنه به ظاهر حرف بگه آقا یعنی چی این که داشت این تعریف میکرد، پس چرا این متوهمه؟ نه متوهم نیست، این تناقض توش نیست که بهت میگم که آقا این دعوا واقعیه اما این امروزیه قلابیه. این برای اینه که اون حرف علی مطهری بزنه که در ایران آزادیه، همه میتونه حرف بزنه، میتونه علی رئیس جمهور حرف بزنه. در مورد تحریم ها، در مورد خبرها، در طول این 8 سالی که اینجا در خدمتت بودم مرتب بهت گفتم که آقا این مدیا، این رسانه ها به غلط میبرن ما رو. اینا به جای آگاهی رسونی در جهت غلط، در جهت ضد اطلاعات، در اون جهت داره حرکت میکنه. خیلی ها رو که شور داشتن، شوق داشتن، به سمت ناامیدی، به سمت یأس برده. یعنی زورش نمیرسه، نمیتونه بیاد مثل من بشینه بگه که آقا دعوا راستکیه اما این که امروز انجام میشه قلابیه. میگه آقا پس چطوریه؟ مگه اون نگفته؟ خامنه ای پر نگفت که آقا مثل 59 نکن، جامعه رو دو قطبی نکن، بنی صدرش نکن؟ خب اینم که اومده تو خیابون رو همینه میگه. پس تو چرا میگی این قلابیه، اون یکی راستکیه؟ میگم برای اینکه ما با اهریمن داریم میجنگیم. این از این ترفندها در طول این 40 سال بسیار به من نشون داده، بسیار. مردمی که در ایرانن اسیرن، مردمی که در ایرانه، این توهین نیست، این تحقیر نیست رفیق. به من نگو داری تحقیر میکنی جامعه رو. من تحقیر نمیکنم. اون که اون توه خون منه، اونی که اون توه برادر منه، خواهر منه، مادر منه، خانه منه، میهن منه. من نه تحقیرش میکنم نه توهینش میکنم. من عاشقانه دوستش دارم. اما مریضه، حرجی برش نیست. هذیان میگه تب کرده، گناه نداره، زشت نیست، پلید نیست، مریضه، بی اخلاقه، مرتب دروغ شنیده. اون مثال یادت نره، همیشه اونو تکرار کن، اونو بکن ملکه ذهنه، که تو خونه به بچه گفتی که به فرد رفتی تو مرسه، نگی بابام اینا نشدن عرق میخوردن، مامان اینا نشدن ورق بازی میکردن، رامی میزدن. اینا رو نرو بگو، بگو همه نشدن قرآن سر گرفته، این میرفت تو مدرسه یه جو، میمد تو خونه یه جو. از اون ماجرا 38 سال گذشته. یعنی اگه اون بچه اون روز نام 6 سالش بوده الان 45 سالشه، اگه 10 سالش بوده الان 50 سالشه. یه آدم دوگانه رو، یه آدمی که اینجوری بار اومده، من میبینم. خب اینایی که از ایران میان اینجا، خب این در LAX برو وایسا، دم فرودگاه لس آنجلس بهش میگن LAX، برو وایسا اونجا ببین. انو آدم میاد از ایران، جوون برازنده است میاد، ولی فاسده، دروغگوه، متوهمه. میگه اونی که شما نمیفهمن، این خارجی ها، اصلا اینایی که خارج کشورن فهم ندارن، بلد نیستن، اپوزیسیون نیستن. حالا من میام ببین چی، من
اوی توهمه. اون بهش دامن میزنه، به تو مرتب میگه اینی که خارج کشوره کاری نکرد، دروغ داره بهت میگه، حقه بهت میزنه. کار کردن، خون دادن، کشته شدن، غربت کشیدن، حرف زدن. بازم به پایان آمد وقت، و ولی تازه سر صحبت باز شد، میخواستیم نتیجه بگیریم. ما روزگار سختی رو در پیش داریم. اگر شرایط رو نتونی تغییر بدید، اگر نتوانید سازمان بدید به خودتون، اگر نتوانیم در اینجا صدا بشویم، شما همین ماجرای مکین و این دوتا صورتش رو در نظر بگیر. مکین رفت به آلبانی به دیدار مریم رجعی به هر دلیلی، به هر نیتی، بهش فوش خارمادر داد. اینجا شاهزاده رضا پهلوی رفته به دیدار مکین، که هر آدمی میتونه این کارو بکنه، بره سناتور رو ببینه، میشه قهرمان. جامعه نمیتونه درست بیاندیشه، برای اینکه تو ظرف بزرگترش اون وره بی اخلاقی. و بازم ممنون و متشکرم از اینکه مهر کردی رو همراهی کردی، همدلی کردی. از تک تک شما نازنینان سپاسگزارم. برای همه شما خوبان و نازنینان آرزوی بهترین دارم. برای اون عزیزانم در اتاق فرمان که مهر کردن این برنامه رو به سمت و سوی شما روانه کردن، نهایت سپاس رو دارم از اونها، ازشون ممنون و متشکرم. به هر حال لینک های برنامه رو تو شبکه های مختلف قرار میدیم، شما میتونید با ما همراهی کنید. لینک ها که در اونجا قرار میگیره برای دوستانتون بفرستید. مهمترین کار اینه که در معرفی میهن تیوی کوشا باشید، سعی کنین رو به دوستانت معرفی بکنید. بازم ازت ممنونم، تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر. ممنون و متشکرم از شما. سپاسگزارم.